بخشنده میروان. سلام شاگردان عزیز، امیدوار هستم همگی شما جور صدمند باشین، بوستان به خوبی خوشی آغاز کرده باشین و همچنان آماده درس خواندن باشین، درسای گذشته تون رو خوانده باشین، کارهای خانگی تون هم انجام داده باشین. و یک تشکر از تمام کسایی که کارهای خانگی خود به وقت انجام میدن و برای ما روان میکنن. درسی که ما شما امروز میخوانیم بازم مربوط عملیه جمع میشن. در جلسه دهم و یازدهم ما شما جمع را خواندیم. امروز که جلسه دوازدهم ما شما هست، در جلسه دوازدهم ما شما چی میکنیم؟ سوالات جمع را کار میکنیم که شما خوبتر و بهتر چی کنیم؟ جمع کردن را یاد بگیریم. پیش از اینکه سوال کار کنیم، بازم یک تعریف جمع را دوباره یادآوری میکنیم به خاطر که به یاد شما بیاید و همچنان خوبتر و بهتر در ذهنتان چی شه باقی بانه. در تعریف عملی جمع ما شما گفتیم که یک جا نمودن اشیای همجنس را چی میگفتن؟ جمع میگفتن. سوالات جمع را ما شما به دو طریقه حل کرده میتونستیم، هم به طریقه افقی و هم به طریقه چی؟ به طریقه عمودی. که روز گذشته ما شما سوالات جمع را هم به شکل افقی و هم به شکل عمودی کار کردیم. امروز هم ما شما دوباره سوالات جمع را به شکل افقی و به شکل عمودی چی میکنیم؟ حل میکنیم. و شما هم گوش بگیریم و ببینیم که سوالات خوبتر و بهتر یاد بگیریم. سوالات جمع را ما شما به شکل عمودی اول حل میکنیم. میایم نوشته میکنیم نو جمع چند؟ هشت. آفرین. نور جمع هشت میکنیم. ارشین جان نور به داره، به خاطر از اینکه دختر لایق است، دختر درس خوان است، درس میخوانه، کارهای خانگی خود را به وقت زمانش انجام میده، پدر جانش برش هشت رو پیدگام چی میکنه؟ هشت رو میتمیه، به خاطر که تو زیاد درس میخوانی، دختر خوب هستی، کارهای خانگی تا به وقت و منظم انجام میدی، از این خاطر ما هشت رو پیدگام برات میدیم. پس انال میای پیسه خود ارشین جمع میکنه که من نور پداشتم زمانی که پدر جانم هشت رو پیدگه برما داد، پیسه ما چند میشه؟ میای میره جمع میکنیم، نور جمع هشت میکنیم. قسمی که روز گذشته براتون گفتم، بازم میتونیم از انگشتای خودم استفاده کنیم و همچنان چی کنیم؟ از چوت استفاده کنیم. اول از چوت استفاده میکنیم، پس از انگشتای خود شما میتونین از دانه های لوبیا چی کنین؟ از دانه های لوبیا کار بگیرین، از دانه های نخود، هر قسم که بر شما آسان تر میاد خوبتر میتونین کار کنین، از اموش ما استفاده کرده میتونین. آله نور پا داریم، هشت رو پیدگه سر نو چی میکنیم؟ اضافه میکنیم. این را حساب میکنیم، یک دو سه چار پنج شش هفت هشت. این دو دانشگی جمانده، این را ما کار نداریم، این هشت دانشگی طرف است، هشت دانش ما شما حساب میکنیم. آله اینجا نو داریم، شما نور پدارین، بعد از نو کدام عدد میایا؟ آفرین شاباز، بعد از نو عدد ده میایا. پس میایی می هشت دیگر اضافه میکنیم که گفتیم بعد از نو ده میایا. ده یازده دوازده سیزده چارده پانزده شانزده عبده. چند شد؟ عبده رو پشد. آفرین شاباز. پس زمانی که ارشین جان نور پداشت، پدر جانش برش هشت رو پیدگام داد، پس پیسه که پیش ازی شد، مجموعی پیسهش چند شد؟ عفده رو پشد. میاییم اینجا نوشته میکنیم چند؟ عفده. آله امی سوال به شکل افقی کار میکنیم. اینجا نوشته میکنیم نو جمع هشت، پس به چند میشد؟ در این مرحله به از انگشتای خود استفاده میکنیم که شما این طریقه را یاد بگیرید. گفتیم هر قسمت هر انگشت ما چند قسمت است؟ سه قسمت است. سعی کنید یک قسمت، دو قسمت، سه قسمت. سه قسمت است. آله میایم حساب میکنیم، نور پداریم، هشت دیگر حساب میکنیم، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت. تا این قسمت چی شد؟ تا این قسمت هشت شد. آله سر نوعی هشت اضافه میکنیم، ده یازده دوازده سیزده چهارده پانزده شانزده هفده. بازم چی شد؟ هفده شد. میاییم جواب از این را نوشته میکنیم هفده. آله سوال دوم را کار میکنیم. سوال دوم را نوشته میکنیم سیزده جمع چند؟ جمع پنج. سیزده را جمع پنج میکنیم. شما سیزده را پدارین، پنج را پیدگان ما براتان میدم. میبینیم که پس پنج در زیر سه نوشته است، در زیر یک نوشته نیست، نه؟ پنج در زیر سه نوشته است، پس سه را همراه پنج جمع میکنیم. سه را همراه پنج جمع میکنیم. خب متوجه باشین، همراه یک نه، همراه پنج. سه را پس شما دارین، پنج را پیدگاه بعد دو چی میکنین؟ اضافه میکنین. بعد از سه کدام عدد میاید؟ چار میاید، نه؟
چهار، پنج، شش، هفت، هشت. چند شد؟ هشت شد. میایم اینجا هشت تا نوشته میکنیم. در زیر یک میبینیم کدام عدد دیگه هست؟ نهایت نیست. پس یک هم خودش چی میکنیم؟ پایان میکنیم، نوشته میکنیم. یا شما میتونیم که سر 13 پنج دیگر اضافه کنیم. بگوییم 13 رو پداریم، بعد از 13 کدام عدد میاد؟ 14 میاد. 14، 15، 16، 17، 18. بازم چی شد؟ 18 شد. سوال رو میاییم به شکل افقی کار میکنیم. 13 جمع 5. چون که 3 هم دخانه یک هاست، 5 هم دخانه یک هاست. 3 را با 5 جمع میکنیم. بس کسا اشتباه نکنن که بیارن 5 امرای 1 جمع کنن 3 را باره. نه خیر نی. 3 را امرای 5 چی میکنیم؟ جمع میکنیم. بازم 3 5 را که امرای 3 جمع کنیم یا 3 را که امرای 5 جمع کنیم جوابش چی میشه؟ جوابش 8 میشه. چون که اگر ما سر 3 5 را پرتیم یا سر 5 3 را پرتیم جواب ما چند میشه؟ 8 میشه. بیاییم اینجا نشتا میکنیم 8. آره این یک چون که در اینجا کدام عدد دیگه وجود نداره یک هم میریم خودش را نوشته میکنیم که جواب ما چی شد؟ 18 شد. یعنی زمانی که شما 13 رو پداشته باشید 5 رو پیدگاه ما براتان بدم چند پیش شما میشه؟ پیستان پیسته شما میشه 18 رو پد. سوالات را که امروز ما شما کار کردیم امیدوار هستم که سوالات یاد گرفته باشین و همچنان بتانیم که شما خوبتر جمع کنین و سوالات جمع را حل کرده بتانین. آن ما سوالات کارخانگی دانه براتان ناشته می کنم. شما این سوالات هم به طریقه افقی و هم به طریقه عمودی چی می کنین؟ مثل روز گذشته که حل کرده بودین سوالات هم به شکل افقی و هم به شکل عمودی حل می کنین. سوال اول 9 جمع 6 جوابش را نوشته می کنیم. سوال دوم 8 جمع 5 سوال سوم 6 جمع 4 سوال چهارم تان 3 جمع 2 سوال پنجم 7 جمع 5 و سوال ششم تان هم هست 9 جمع 4. 6 سوال را که کارخانگی نوشته کردیم. سوال اولتان 9 جمع 6 سوال دوم 8 جمع 5 سوال سوم 6 جمع 4 سوال چهارمتان 3 جمع 2 سوال پنجم 7 جمع 5 و سوال ششمتان 9 جمع 4. این سوالات شما بین شکل کتابچه‌تان خط کشی میکنید به یک طرف افقی و دیگر طرف عمودی. هر 6 سوال هم به شکل افقی و هم به شکل عمودی چی میکنید؟ سوالات حل میکنید و همچنان کارخانگیتان هم برای ما روان کنید. خدا حافظتان. روز خوب و خوش داشته.